بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم بريم باوشنا من دي برنامه آيات عشق در صبح خورشید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقتتان بخير. عرض تسلیت دارم خدمت تمام مسلمان ها، مخصوصا ملت مسلمان افغان، به خاطر شهادت دو تا همکار نازنین ما در حادثه انتحاری، میر واحد شای امیری و شفیق جان زبی، خداوند هدیشان بهشت برین نصیبشان بگردانه، و همچنان جناب آقای دکتر محمد عیاض نیازی، خداوند اونا را بهشت برین نصیب بگردانه، و برای قاطبی ملت صبر میخوایم، خداوند فامیل محترمشان و تمام افغانها را در هر جایی که هستند صبر نصیب بگردانه. واقعا شخصیت جناب آقای دکتر محمد عیاض نیازی خالی خواهد ماند. ایشان شخصیت بیبدیل، دانشمند، فقیه و یکی از غنیمت های روزگار بود. برشان بهشت برین میخوایم. ما هم میشه برنامه امروز خود به خاطر شهادت همکارای ما و به خاطر شهادت جناب آقای دکتر اختصاص دادیم. آقای سبب الحفیظ آشوری مهمان ما هستند و برنامه امروز خود با تلاوت چند از کلام پاک آغاز میکنیم و ثواب این تلاوت بر روح تمام شهدا و مخصوصا شهدای اخیر و مخصوصا جناب آقای دکتر محمد عیاض نیازی تقدیم میکنیم. جناب قرسی خیلی خوش آمدین و بفرمایید. مشنیم از شما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاء فتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوا
طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكر أنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه للإسلام ومن توفيته منا فتوفه للإيمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين جناب أستاذ محمد أياز نيازي سابرا مغفرتش که و قبری از را یکی از باقی شاهی جنت بگرده و دیگه شهده یکی از خبرنگاران تلویزیون خورشید و دیگه شهده برای از اونم دعا میکنم خداوند قبری از اون را باقی شاهی جنت بگردانه و مغفرتش کنه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
بسیار زیاد تشکر جناب خورشید. خداوند شما را سلامت داشته باشه. بسیار زیاد تشکر. ادامه برنامه آیت عشق پس از وقفه. باز هم خوش آمدین. ادامه ویژه برنامه آیت عشق در صبح خورشید به مناسبت شهادت دوتا همکار نازنین ما، آقای شفیق جان زبی و همچنان میر واحد شاه امیری و همچنان جناب آقای دکتر محمد ایاز نیازی هست و تمنا میبریم از دعای خیرتان تمام شهدا را، مخصوصا همکارای ما و جناب آقای دکتر را فراموش نکنین. جناب آقای دکتر فضل الرحیم بصیرت، رئیس اسبق دانشکده شرایط دانشگاه کابل و استاد دانشگاه شرایط کابل، مهمان ما هستند. حضور شما بخیر باشه، خوش آمدین و عرض تسلیت دارم خدمت شما جناب صادق. الحمدلله رب العالمین و صلوات و سلام علی سیدنا محمد و علی آله و اصحاب اجمعین. در ابتدا تشکر از شما که برنامه را به نام این شهدا تنظیم کردین، بالخصوص دوست عزیز ما مرحوم دکتر صب ایاز نیازی و دوستایی که از تلویزیون خورشید محترم شهید شدن، خدا همگی را مغفرت نصیب کنه. شما با سلامت. درست شما سالهایی که رئیس دانشکده شرایط بودین، آقای دکتر محمد ایاز نیازی از مصر آمدن و همکار شما شدن. شناخت شما از این فرصت آغاز میشه یا برمیگرده به سالهای پیش ازی؟ الحمدلله و صلاة و سلام و رسول الله. بعد معرفت بنده امرای مرحوم دکتر صب محمد ایاز نیازی در می فاکولته بوده، از او پیشتر شناخت نداشتیم، چون ما هم در خارج از کشور بودم و دکتر صب مرحوم هم خارج کشور بوده. البته دکتر صب پیشتر با کشور آمده بود و از ما پیشتر در فاکولته تقرر حاصل کرده بوده و در تقرر بنده دکتر صب همکاری کرد. ما که آمدم دکتر صب دو سال تیر کرده بود و سال سوم فاکولته بوده. باز ما آمدم و دوستا ما برای او معرفی کردن که فلانی هست و لحظه اول ما کمک کرد تا که تقرر ما در فاکولته. ما به این تصور بودم خیلی شما نسبت به مستنسال تان شما پیشتر از او در فاکولته شرایط بودین و اونا بدتر از شما آمدن. بله، دکتر سی از ما پیشتر آمده. دکتر سی امروز 13 سال در فاکولته استازی پورا کرده و از بنده 10 سال میشه که استازی در فاکولته پورا کردیم، چیز کم و زیاد. دکتر سی از ما پیش آمده، بلکه اسناد ما را دکتر سی برجایی کرده. وقتی که دکترا خود را آوردیم و اصلا برد وزارت تحصیلات عالی دکتر صاحب نمیشناختم، خود چی رو ندیدم دکتر نشنا و اوراق خود پیش کردم و تا که سلامت باشین. جناب آقای دکتر، شما 10 سال معرفت با آقای دکتر محمد ایاز نیازی داشتین، خداوند جنت نصیبشان بگردانه. شما شخصیت ایشان را چگونه یافتین؟ شخصیت دکتر صاحب ایاز نیازی از چند بود بعد بحث شد. جنابی سیرت صاحب شخصیت علمی زور اگر بذاریم، شخصیت اجتماعی رو اگر بذاریم، چیزی که با فاکولته زیاد ارتباط داره شخصیت علمی دکتر صاحب است، به خاطر که پونتون یک جای اکادمیک است و دکتر صاحب یک شخصیت اکادمیک بوده، فاکولته یک جای اکادمیک است، بنا ان شاید مناسب تر باشه که از شخصیت علمی و اکادمیک دکتر صاحب صحبت بکنیم. دکتر صاحب دکتری بسیار فوق العاده را گرفته بوده. در دنیا تعلیم قسم قسم است و پونتونا هم قسم قسم است. اینا کسی فکر نکنه که فلانی از خارج دکتری آورده دکتری خوب باشه، که غلط است. مثل که ما شما در داخل کشور پونتونا ردیف اول داریم، ردیف دوم داریم، سوم داریم، کشورهای دیگه معنی شکل است. پونتونا مشخص وجود داره در هر کشور، بسیار شهرت کلان داره. پونتونا هست به سوی متوسط، پونتونا هست به سوی ضعیف، ایرم داریم. غیر از او جناب سیرت صاحب، خود دکتری یا ماستری هم سه قسم است. به این معنی که کسی به لیول اول دکتری میگیره یا دوم یا سوم، و اکثر کشورها غیر از افغانستان هر دکتر و پونتون استاز نمیکنه. اخیر بعد روشن باشه، دکتر صاحب محمد ایاز نزی دکتری رقم اول را گرفته بوده و بعد بگو مرا خودش قصه کرد. دو قصه ایش که با ما کرده با این موضوع اردو را عرض میکنم تا جایی که برنامه اجازه میده. راجی با دکتری برای ما گفت که مناقشه کردم و مناقشین گفتن با اتفاق آره که این تیزیس و رساله چاپ شوه. این یک خصوصیت یک بحث است
که کسی دکتر نوشته میکنه و فاکولته و هیئت جوری تصویب میکنه که بحث بین کل فوق العاده هست و با اساس حساب پونتون چاپ شود. این بسیار معیار بلند است و دکتر صاحب خودش ما را گفت که اما هیئت فیصله کرد که بحث ما تیزیس ما از دکتری باید با حساب پونتون چاپ شود. این به این معنی هست که دکتر صاحب با مو ردیف اول دکتری گرفته بودند و این بسیار اهمیت خاص داره. اهمیت دیگه ای که غیر موضوع داره این هست که دکتر صاحب در ازهر دکتری گرفته و ازهر مشهورترین پوهنتونی دنیا هست، جمهوری مصر عربی هست، مشهور پوهنتونی دنیا هست، 1100 سال تقریبا تاریخ داره، در قرن چهارم هجری تاسیس شده. ازهر خیلی خصوصیت داره و دکتر صاحب مرحوم از اون خصوصیت برخوردار بوده. گپ دومش که خودش به ما گفت و از خصوصیت برخوردار است این بوده که خیلی جوانان عزیز در ازهر لیسانس را میگیره و در ماستری قبول نمیشه. اما فاکولته میگه که محصل ردیف اول نیست و محصل ردیف دوم هست، پس او را در ماستری عین فاکولته جزا نمیده. ماستری چی میکنه؟ اونجا چون پونتونه زیاد هست، تعالیم زیاد هست، بر پونتونه که اجازه داد اونجا میری، دروازه باز است. در یک شهر مقاوره شاید 30-40 پونتونه باشه که پونتونه کلان، پس پونتونی اول تو را نمیگره، پونتونی دوم و سوم چهارم می. دکتر صاحب از لسانسا فارغ شده و با امرای او انترویو کرده، امیر دا داخل پونتون از هر قبول کرده. این امتیاز دیگری از دکتر صاحب بود که خیلی دوستای ما نداره، اما عین فاکولتا این را در ماستری قبول کرده، درس تمهیدی خود را خوانده و باز بحث خود را مشتا کرده و بحثم جهالت و اثر آن. یکی از مسائل فقهی ما و شمایی هست که معقود علیه یا مبیع و ثمن بعد معلوم باشه برای صحت عقد. مستری خود تیز خود این معلوماتی معقود علیه و یا جهالت که عکس او میشه، مسائل او را نوشته کرده که معاملات مالی هست. به خاطر شما در اکثر تلویزیون ها شنیدین که دکتر سه ماستری او در معاملات مالی بود، اقتصادی بوده، اما عنوان بوده مرا خودش قصه کرد. البته یک پرسان از او نکردیم، خدا رحمتش کنه، که از این ماستری برای زیو چند کدام قسم نمره داده شده. ما از او پرسان نکردیم جلسه که مرا قصه کرد و قصه سالهای خیلی پیش است و دکتر سید در ازهر کلام شده، در اونجا تعلیمی تسلسل کرده و یک دکتر خیلی مرزیده بوده. وجود شما با سلامت. از نقشش در دانشکده شریعت دانشگاه کابل بگه اینجا استاد. میشه که دو قسم نقش دکتر سید ما و شما صحبت کنیم، نقش بیرونی و نقش داخلی. نقش داخلی این هست که دکتر صاحب استاد فوق العاده بوده و بعد هم پس راحت میگیم از ما اکثر اگه مردم خفه میشه، هر کس دکتر نیست و هر کس استاد نیست. دکتر صاحب ما متخصص خودم میفهمید و تو مردم برای ما پونتونه خیلی مهم است که کسی یک تعلیم معیاری کرده باشه، یک پونتونی کشور یک کشور معینی که مشهور باشه، بیاید وطن درس بتایی، بسیار مهم است. دکتر صاحب چون قبلا گفتم دکتری معیاری بوده و آمد مضامین سخت تدریس میکرد. ما در به شما معلوم است در افغانستان و جامعه حنفی که در هر جایی که داریم، کتاب مشهوری که دارم کتاب هدایه حنفی است، کتاب مشهوری فقه حنفی است و خیلی سخت است. پیش از اینکه ما بیم دکتر صاحب دو بخشی رو تدریس میکرد، هم بخش معاملات این کتاب تدریس میکرد و هم بخش جنایات و قتل و تلف و زمانت و مسئله تدریس میکرد. ما که آمد و یکشه بما داد که یکشه تو بگیم و برای ما یکی کفایت میکنه. بنا ان دکتر صاحب در بود داخلی امی فقه جنایت را درس میداد، هم در لیسانسا و هم در ماستری و همچنان شوقی ای بوده که معاملات معاصر مالی را درس میدم. اما مضمون برای دکتر صاحب بلا بودیم، خلاص از تو هست، ما مردم کار نداریم. هم در لیسانسا معاملات مالی معاصر درس میداد و هم در ماستری مضمون با دکتر صاحب اختصاص دادیم و اینا درس میداد و همه پونتون ها من جمله ما مردم امی مشکل دائمی هست که یک استاد خوب را پیدا کنیم و یک مضمون خوب را درس بتا و محاصیل از او شکایت نکنه. این خیلی مهم است. دکتر صاحب از دربوت داخلی امی صفت داشت، یک استاد توانا و قادر بوده. چهار ماه پیشتر مرا گفت که ما در وزارت مصرف هستم، در صرف مامور برو درس بدی و ما شاید تا آخر درس براسیم کش میکنم بیایم، لیکن تو دستیم برو درس بدی. خب صحیح. دکتر صاحب من دستیم رفتم و حالی من صرف دختر بوده. گفتم بیتن کتاب بیتن کجا هست تا که دکتر صاحب میرسه
امرای تر ما شما را مصروف نگاه میکنم. گفتم کتاب نداریم. گفتم ما دخترها چی میگیم؟ بیتر کتاب دکتر صاحب اداره درس میتا کتاب القتل امور ما بدیم که جایی هست اگر فهمیدم درس میتم اگر نفهمیدم میگم من بفهم. گفتم نه دکتر صاحب از حفظ خود ما را درس میتا و ما دخترها نوشته میکنیم. بیره ان درس سابقی ما این موضوع بوده و اما کتاب را ما نمیاریم و دکتر صاحب نمیاره. بیره انی سه چهار ماه پیشتر که سمستر گذشته بوده امی درس آخریش که به اصطلاح بازو قرنطین شده و مسائل کرونا آمد امی درس داخل بعد داخلی دکتر صاحب بود و دکتر صاحب خودم او را میشناسم قوی ترین شخصیت فقهی بوده. ما اگر هر کس انسان است انانیت داره، هر انسان یک نوع خودنمایی داره، اما ما در حیاتش هم میگفتم و در مماتش هم میگیم با استادم گفتیم که دکتر صاحب شخصیت علمیش و سم علمیش خیلی بلند است. خودم به درس او رفتیم گوش گرفتیم از محاصیل میفهمم. دکتر صاحب یک انسان خیلی توانا بوده. وجود شما بسلامت. جناب آقای دکتر، بعد از اینکه ایشان به شهادت رسیدن در روز قبل، شما در شبکه های اجتماعی و رسانه ها دیدین که سر صدای شنیده شد، یعنی به حد محبوبیت آقای دکتر به چشم خورد که از تصور و از عقل بالا، یعنی به این حد شاید حد اکثر تصور نمیکرد جناب آقای دکتر محمد عزیزی اینقدر محبوب باشه. به نظر شما علت و عاملی که محبوبیت ازی در چی بوده؟ خب یک مقدمه را میگم باز این سوال جواب میدم. بفرمایید. در مصر یک عالم کلان بوده او را شیخ شعراوی میگفت، وزیر اوقاف مصر بوده و او آدمی بود که دائما در تلویزیون گپ میزد و مطالعه دائما مطالعه میکرد. وزیر شد چند مدت بعد وزارت علاقات. کسی برش گفت که شعراوی سی چرا وزارت علاقاتی؟ گفت آمو محبت که پیش مردم داشتم آمو کم شد. بلی ما اون مردم مهم است که آمرا ما در مسائل دین ارتباط داره و وزارت مرا از آمو کار کشید پس وزارت علاقات. میرم با دکتر صاحب میرم. این سوال شما را که چرا؟ خب دو بعد گفته میتاریم. یکی است که دکتر صاحب دائما یک خطیب بسیار بارع بوده، خطیب بسیار فوق العاده بوده. هر کس به این شکل خطیب شده نمیتونه. ما میخوایم خطیب خوب باشم خو نمیشم. دکتر صاحب یک خطیب بسیار فوق العاده بوده و اما ماده خام او هم داشت به این معنا که خودش حافظ قرآن کریم بوده، بهترین حافظ قرآن کریم بوده و برای هر کسی که خطیب باشه مهمترین نقطه حفظ قرآن کریم است. چرا ما شما اول استدلال از قرآن میکنیم، باز به سنت میریم، باز میریم به اقوال علما و فقها و مصنفین اسلام. بنا دکتر صاحب حافظ قرآن، بهترین حافظ قرآن کریم بوده، میتونست با شکل عادی همه قرآن کریم را در مسجد تلاوت کنه، با مردم ختم بکنه. این کار هر کس کده نمیتونه. علمتش به شما گفتم، علمتش بسیار فوق العاده بوده و دوم عاملش رابط او با مردم، با خیلی مردم رابط زیاد داشت. موقعیت او در مسجد مرکزی کابل که مسجد وزیر اکبر خان هست، این همگی عوامل داخلی بوده که دکتر صاحب پیش مردم شناخته شد. علمیت او، شخصیت او، با اینکه دکتر صاحب شخصیت اجتماعی بوده، بسیار روابط داشت، با هر جای روابط داشت، مردم داشت، دوستا داشت. خیلی مردم پیش ما میگن دوستای ما بودم، میگم من مرید دکتر صاحب هستم. خب بش دکتر صاحب برین دیگه، مرید تو مرید دکتر صاحب هستی برو. فرضا خیلی مردم داشت. دوم عاملی که دکتر صاحب به این مرتبه رسان خیلی مظلومانه شهید شد. نماز میخوانی و کسی بر تو بام را تنظیم میکنه در پایزار مسجد و در وقت حالتی که دعا را خلاص کردی و با مردم یک سوال جواب میتی، سوال هم دینی هست و کسی سر تو انفجار میکنه و تو را شهید میکنه، بدون شک ای پیش مردم افغانستان، پیش ملت عزیز افغانستان، بلکه پیش همه مسلمان دنیا این مسئله خیلی غم انگیز هست، خیلی قابل تحمل نیست. این همه گی عوامل بود که دکتر صاحب مثل که بود امو تو درخشید، امو تو شخصیت او که بود پیش مردم امو اضافه‌تر شد، کمتر نشد. سلامت. دو تا ویژگیاش در شبکه‌های اجتماعی بیشتر رنگ بود داره جناب آقای دکتر. یکی صراحت لهجهش در تبلیغش، زمانی که
پوزش زمانی که در نماز جمعه وعظ و نصیحت می کرد و اکثر موعظه هایش در بیرون از منبر در بیرون از مسجد یک صراحت بسیار خاص در گفتارش دیده می شد، یعنی حراسی نداشت، حق بیان می کرد. یک و مورد دوم آدم متعصب نبود، بیشتر صحبت می کرد چون زبان مادری زبان فارسی بود، بعضا یعنی پشتو صحبت می کرد و مردم گرویدی خود ساخته بود. میخوایم از شما روی دو تا ویژگیش بیشتر بشنیم. بلکل با متعاید صحبت شما دکتر صاحب که امرای ما بود کوشش میکرد که در فاکولته در ما بین جنجاله استادا دخیل نشود، خیلی کوشش میکرد که مثلا ما تو خفه هستیم یا هر کس که هست، دکتر صاحب کوشش میکرد که یک طرف را نگیره. حتی ما خیلی وقت از او گیله بیکاری میکرد وقتی دکتر صاحب مشکل حل کو، تو بیا یک استاد کاران هستی، شخصیت شما امیر ایجاب میکنه که ما یک مشکل دارم، بیا یک استاد دیگه، یکی داره، یک محصل و کمک بکنی. اما دکتر صاحب واقعیت هم گپ همی هست که دائما کوشش میکرد که در طرف کسی استاد نشوه و اگر کمک میکنه کمک را بکنه با کسی که این خودش با یک طرف محاسبه نشوه. و واقعا او مذاکره داشت و خدا رحمتش کنه، غیر از که ما با او دعا کنیم دائما دیگه هیچ چیزی در دستور خود قرار نداریم. شما به سلامت. دیروز عده ای از معاصلین شرعیات درد دل میکردن با ما در یک گروپی که داشتیم در واتساپ، میگفتن کمر دعوت شکست و از این بعد شاید ما ای توانمندی را نداشته باشیم که از این بعد دعوت کنیم، چون ایشان یک دعوتگر بسیار خوب بود و دعوت جناب استاد شما حتما بیشتر از ما میدانین که تاثیرگذار بود و نسل جوان بیشتر در اطراف جناب آقای دکتر جمع بودن. عاقبت امر شما چگونه میبینین؟ حالا کل حال ما تو میگیم که هیچ وقت خدا امی امت را بی رهنما نمیمانه. دکتر سید یک رهنمای قادر و توانا بود، هیچ شکی نیست. یک داعی دعوتگر فصیح و بلیغ بود، هیچ شکی نیست. یک انسان اجتماعی بود، علمی و اکادمیک بود، هیچ شکی نیست. اما خدا امت را تعویض میکنه و ما با امی عقیده هستم که خدا یک مردم دیگی را پیدا میکنه که امی صحیح است که جای دکتر سه پر نمیشه، او خالی هست، اما خدا امت را تعویز میکنه در این مصیبتی که هست. علمای دیگه خدا پیدا میکنه که امی دعوت اسلام را پیش ببره. ما از رحمت خدا مایس نمیشیم هیچ وقت و برای دکتر سه دائما دعا میکنم که خدا جنتی برین را جایشان بگردانه و شاگردای او، دوستای او، محبین او که امروز خیلی خفه هستند، خدا وارا اجر عظیم نصیب کنه. فامیلی مرحوم دکتر سبا خدا اجر عظیم نصیب کنه. و ما سوال ما امی هست که خدا امی امت را با مردم خیر از او تعویض بکنه. یک سوال دیگه باید قبلا میپرسیدم از شما، با فامیلش نخدارین چند فرزند دارند و طفلکایش خورده از بزرگ هستند؟ ما فقط عبدالوکیل دیدیم که فرزند کاران دکتر سبا هست و یک سال دو سال پیشتر به خانه زور رفته بودیم، غالبا هر جایی که بود عبدالوکیل دیدیم. باز مرا چند بعد گفت که عبدالوکیل به صنف 12 فارغ شد و کوش میکنم که او را رای کنم به طرف هندوستان، همون جا فاکولته را بخوانم. باز مرا خبر داد که تقریبا یک سال میشه که عبدالوکیل جان رای کردیم به هندوستان رفت. و دیروز هم که دکتر صاحب شهید شد، موضوع همی بوده که دکتر عبدالوکیل میگه که شما بیننده و شنونده یه برنامه آتش در صبح خورشید هستید و به مناسبت شهادت جناب آقای دکتر محمد ایاز نیازی مرحوم با جناب آقای دکتر فضل الرحیم بصیرت حرف و حدیث داریم. برای جناب آقای دکتر همه دعا کنین، برای تمام شهدا، برای همکارکای نازنین ما و برای جناب آقای دکتر خوان همه را صبر نصیب بگردانه و امیدوار هستیم شاهد روزی باشیم که دیگر جنگ خونی کشمکشی در کشور ما نباشه و ما شاهد شهادت هیچ هم وطن خود نباشیم. مشنیم آقای دکتر اگر دیروز هم صحبت اونجا بین دوستا می بوده که عبدالوکیل جان میگه که جنازه پدر ما را برای ما معطل کنی که من برسم و انشالله امروز خدا مهربان است که تا وقت تدفین او میرسه
و دیگه اطفال ندیدیم. خب فکر میکردم چهار پنج طفل داره. ما برای دکتر سه مزاق میکردم چون دوست بودیم. گفتم در مصر خانه اطفال زیاد نمیاری، ما را پرسامو که زیاد داریم. و هم خدا میکرد که آه میتر هست، ما اطفال کم دارم. با دقت نمیفهمم خب دکتر سب چهار پنج طفل داشت. خب مسئولیت عام شهروندا در مقابل این مصیبت و در برابر این مصیبت بسیار بزرگ، یعنی شاید ما مصیبت بزرگتر از این شاهد نبوده باشیم. بدون شک ما شاهد شهادت هزاران هموطن خود در حوادث مختلف بودیم، اما شهادت جناب آقای دکتر متفاوت هست. شخصیت ایشان بی‌بدیل هست و همچنان که شما گفتین و همه میدانیم بسیار مشکل هست که این خلا دوباره پر شود. اما مسئولیت چی هست؟ خب ما را قرآن رحمه میکنه و قرآن میگه که وقتی که مصیبت به شما رسید شما بگوین که انا لله الیه راجعون. و بنا ما غیر از اینکه با خدا رجوع کنیم و استرجاع بکنیم، پیغمبر اسلام میگه کسی که صلی الله علیه وسلم با کسی که مصیبت رسید و استرجاع کرد خدا بر او دائما اجر میده. ما هر وقت دکتر سے بابا یاد میاریم و بگیم که خدا رحمتش کنه و برای خود بگیم که انا لله و انا الیه راجعون، خدا بر امام اجر میده و با دکتر سے اجر میده. بنا ان وظیفه ما هست دائما که بر او دعای مغفرت بکنیم، با اولادش صبر و استقامت، با فامیل محترمش صبر و استقامت استدعا کنیم. امی دیروزم که رفتیم در مسجد بودیم، باز قاری سے مبین که دائما با دکتر سے ملازم بوده آمد گفت که فامیل محترمش به ما پیام داد، می آل مرا خسته بوده و یک پا با حالت به ما گفت که رئیس پونتون کابل هم استاد بود. ما وارا بردیم که یک فاتحه با استر یک فاتحه عاجل هم بکنیم. ما از همون پیام فامیلشان بسیار صبرانه و انسان متحمل بوده، گفتن که از پیسی پاک خود با دکتر سب کفن میده و گفت که اگر دوستا میگن اهل مسجد میگن که در آخر مسجد یک جای دفن شما، چیزی نمیگم، ورنه در اشخور که والد سب ما دفن است شیخ سب عبدالودود که خسر دکتر سب بوده اونجا جای هست و کل قوم من در اونجا هست، مردم من در اونجا دفن شده اونجا. بسیار تشکر، بازم برای شما صبر میخوایم و تسلیت دارم خدمت شما. دوست عزیز همه دعا کنیم به خاطر تمام شهدا، مخصوصا آقای دکتر محمد عیاض نیازی. تا دیدار بعد شما را به خداوند یک تا امانت میکنم.